با درود مجدد خدمت دوستان عزیزم، تشویق‌های شما باعث شد که ما این گزارش‌های جغرافیایی را ادامه بدهیم. می‌خواهیم این بار از جنوبی ترین نقطه افغانستان، اینجا در جنوب ولایت هلمند به طرف ولایت قندهار، شهر قندهار و از آنجا به طرف ولایت اورزگان، بعد ولایت دایکندی، ولایت غزنی، ولایت میدان وردک، ولایت بامیان، بالاخره بغلان، تخار تا در شمالی ترین نقطه ولایت بدخشان و افغانستان در منطقه درواز ختم کنیم. همونطوری که میبینیم طول عرض این نقطه را خدمت شما عرض میکنم، ارتفاعش جز پایین ترین نقاط نیست، حدود 1886 متر ارتفاع داره. در واقع ببینید این نقطه پاکستانی ها هم اینجا مرز را حصار گرفتن، یارسیم خاردار را دیوار کردن. اینجا جز کوههای چاگی در جنوب هلمند است. کوههای چاگی بیشتر حالت آتش فشانی داره و اطراف منطقه بعد از این کوه آتش فشان بیشتر دشت است. مهمترین پدیده ای که ما در این منطقه داریم در واقع دشت ها یا ریگستان های منطقه است و خود منطقه نزدیکترین جا به این نقطه جنوبی جای مشهور است به بهرام چاه، که به زبان محلی بیشتر همون بهرام چاه میگن. در این بهرام چاه همونطور که میبینیم کوههای آتش فشانی وجود داره، این بیرق سفید و الله اکبر. منطقه مرزی حساس است که از اینجا علاوه بر اسمین بولدگ یکی از جاهایی است که به هر حال رفت و آمد دو طرف مرز وجود دارد، دو طرف مرز قریه و خانه قرار دارد در جنوب ولایت هلمند. یکی از پدیده‌های مهم دیگه در اینجا همین کوههای آتش فشانی چاگی علاوه بر رگستان ها کوههای آتش فشانی هست که از درون این دشت و صحرا سر برآورده است و مهمترین پدیدهش هم کوه آتش فشانی خاننشین در کنار دریای هلمند است. همطور که میبینید اینجا لاواها یا گدازه های این کوه که نسبتاً جوان است، میتوان بگیم که جوانترین قله آتش فشانی و فوران آتش فشانی افغانستان این هست که حدود شاید 200 هزار سال پیش صورت گرفته است در کنار دریای هلمند. و بقیه این منطقه کاملا ریگستان است، مخصوصا در ولایت قندهار ما ریگستان واقعی رو داریم. منطقه است که کاملا به نام ریگ روان مشهور است. برخانها و تپه های ریگی منطقه کاملا آشکار است. در عکس ها هم شاید شما ببینید که کاروان ها مردم کاملا از این ریگ های روان سختی عبور میکنن. اگر بخواین که قاچاقی طرف افغانستان پاکستان عبور بکنن از این ریگستان ها عبور میکنن. در شرق این منطقه با منطقه اسپین بولدک داره، مرز اسپین بولدک نزدیک چمن پاکستان اینجا هست و مرز مشهور است و مرز افغانستان پاکستان و بقیه کاملا همین ریگستان قرار دارن. بعد از اون بیاییم به شهر قندهار. شهر قندهار را همچنان شما حتما آشنایی دارین، در کنار رود ارغنداب قرار دارن. بسیار تاریخی است، یکی از قدیمی ترین نقاط تاریخی افغانستان همین قندهار است که فرهنگ و تبار مردم اینها بیشتر پیش از اینکه آریایی ها یا به اصطلاح افغان های فعلی بیاین، مردم های محلی یا مردم هایی بوده است که پیش از حضور هندوها و آریان ها در اینجا حضور داشته. خب در مورد تاریخ قندهار گفتیم، اینکه واقعا مهم بوده است، بله در دوره های بعدی هم مهم بوده، در دوره اسلامی که رخت نامیده می شود، در دوره غزنویان که تگین آباد نامیده می شده و قبل و بعد. و به دلیلش اهمیت قندهار داری بوده است که سر راه هند قرار گرفته. هر جهانگشایی مثل اسکندر و غیره و زالک می آمده میخواسته هند برود باید از اینجا گذر میکرده. به هر صورت
همچنان دوره های فعلی که مطلع هستیم، اهمیت تاریخی قندهار بسیار خوب. چه یادگار ما داریم از گذشته ها؟ البته اکثر آثار باستانی داریم در منطقه مندیگک، از اون که بگذریم، یا من البته خودم زیاد در قندهار نبودم، چند بار مسافرت رد شدم، چیز مهم یادم نمیاد. و به جز این که بگیم که منطقه چهل زینه یک چیز جالب است دیگه، و خرقه شریف زیارتش و مرقد یا قبر احمد شاه دورانی، و همینا چیزی است که ما به یاد داریم. من بیشتر از این یاد ندارم، ان شاءالله دوستای دیگه میدونم اهمیت قندهار. در دوره جدید مخصوصا در این 20 سال اخیر چیزی که در قندهار اضافه شده و مهم بوده گذشته نبوده، این منطقه است، منطقه ای که مشهور است به عین و مینا، یادگار است از یا شهر است، شهرک است که یادگار این دوره 20 ساله برادران کرزی هست، جایی که البته هنوزم یک شهر رویایی به نظر برسه، البته عامه مردم قندهار کمتر به این دسترسی داره، ولی به هر حال یکی از کارهای خوب و مثبتی که در این 20 سال انجام شده است همین آبادی همین دشت و صحرا به نام عین و مینا است. به هر حال از نظر طبیعی بازم اهمیت قندهار همین نزدیکیش به دریای ارغنداب است. دریای ارغنداب که دنبال بکنیم میاد به طرف ارزوان و بعد در غزنین، و در شمال قندهار یکی از جاهای تفریحگاه های مشهور و جای بسیار مهمی که قرار داره همین بند یا سد است که بر روی بله این زیارت بابا ولی قندهار، یکی دیگه از جاهای مهم است که البته این در مورد این بسیار از قنداری و جمله هزاره ها هم مدعین که ما از اجداد، البته بعضی از هزاره ها میگن که ما از اجداد ما همین بابا ولی هست، ما از تبار همین بابا ولی هستیم. به هر صورت میرسیم به منطقه این بند دهله یا سد دهله که به هر حال یک بند خیلی مهم است، هم برای آبی که قندهار را آبیاری میکنه، هم برای انرژی قندهار و در مورد زراعت قندهار، مخصوصا شما انار قندهار را حتما به یاد دارین. بسیار خوب، این دریای ارغنداب را اگر به طرف شمال شرق ادامه بدیم وارد ولایت ارزگان میشیم. ولایت ارزگان هم نظر تاریخی مهم است، همطور که از نامش برمیاد یک از تعابیر زمین است که هزارگان در واقع همه این ولایت هزار میشین بوده است، شما خبر دارین در گذشته. اکنون هزارهای بسیار کمی در مخصوصا در ولسوالی ارزگان خاص مقیم است، بقیه ولایت ارزگان اکنون پشتون نشین است. بسیار خوب، از این که رد شویم ما وارد ولایت دایکندی میشیم، قسمت های از ولسوالی گیزاب دایکندی و ولسوالی میرومور دایکندی در این مسیر راه ما قرار داره. از در کنار ولسوالی ارزوان خاص ولایت ارزوان ما ولسوالی مالستان داریم و همچنین ولسوالی اجرستان یا همون دایه و فولاد را قرار داریم. جالب است بدانید که در ولسوالی مالستان که جای ما هست، قسمت اولیایش که همین دریای ارغنداب از اونجا منشأ میگیره، ما بازم یک منطقه داریم به نام دهله یا داله که ما به طور ساده میگیم داله، که مردمی که در اونجا زندگی میکنن اونها مدعین که ما در از جای ما در همین دهله قندهار بودن. اینجا مالستان است و جای ما اینجا منطقه است به نام علوم بلخصو، قریه ای که ما از اینجا هستیم و حالا این عکسی که ما گذاشتیم منطقه علوم بلخصو سرخگرد و اینا رو نشان میده، در ری علوم بلخصو.
و همین دره سرسبز را به طرف شمال ادامه میدیم. این دره رود ارغنداب در واقع از این منطقه داله که اینجا هست سرمنشأ میگیره در مرز ولسوالی ناور ولایت غزنی. بسیار خوب، در ولسوالی اجرستان در مرز دایکندی و مرومور دایکندی و این اجرستان و دایه کوه شاهیتوس قرار داره که 4800 متر ارتفاع داره، یکی از بلندترین نقاط جنوب یا مرکز افغانستان همین کوه شاهیتوس یا به پشتو که مشهور است به اقاقر قرار داره. از این که بگذاریم تا شافولوادی که در کوی بابا قرار داره، کوی بلندی دیگه در این منطقه وجود نداره. بسیار خوب، خط سرخ ما میایه کم کم وارد از این میرومور دایکندی وارد ولایت غزنی میشه که اینجا منطقه جرگه برجگه است. بله، سفیدا گرانیت های منطقه گرانیت های وسیع در جرگه برجگه قرار دارن. و بعد از این منطقه ما وارد ولسوالی مرکز بهسود در ولایت میدان وردک میشیم که از ولسوالی های بزرگ و مهم ولایت میدان وردک همین بهسود است. ما دقیقا از منطقه به نام کوتل ملایاقوب عبور میکنیم. خط سرخ ما اینجا هم ما یک عکس گذاشتیم. بله، یک کاروان سرا و یک مدرسه در اینجا قرار داره سر کوتل ملایاقوب. البته کوتل خیلی بزرگ نیست اما به هر حال خیلی مشهور است که بین بامیان و دایزنگی و بهسود قرار داره. بسیار خوب، بعد از این ما خط سرخ ما بیاد به طرف بامیان. اینجا هم همچنان بهسود است، وارد منطقه کوه بابا میشه. اینجا دیگه کوه بابا هست، کوه بابا در مرز ولسوالی مرکز بهسود و ولایت بامیان قرار. ارتفاعات صعب العبور، همیشه یخ و برف پوشیده است. بیشتر ارتفاعاتش از 4000 متر بالا هست. در شرق و در غرب این منطقه ما ارتفاعی بالاتر از 5000 هم داریم. حوض منیگر در سر آهنگران است و شافولادی در غرب این کوه بابا در منطقه سر دره فولادی در ولایت در ولسوالی یا در مرکز بامیان قرار است. شافولادی است که 4000 و 5140 متر ارتفاع داره، یکی از بلندترین کوههایی هم. یک عکس است که ما از حوض شافولادی گرفتیم در سال 2015. بسیار خوب، از کوی بابا که عبور بکنیم ما برسیم به مرکز بامیان. شهر بامیان دره فولادی است که جای بسیار سرسبز، خوش آب و هوا و جای مشهور است. در واقع از خود دره بامیان، خود مرکز بامیان همین بله فولادی مشهوره. و برسیم به بوداهای بامیان که متاسفانه دیگه تخریب شده است. یعنی شهرت تاریخی و باستانی بامیان و این شهر نو بامیان که در این سالهای اخیر ساخته شده است و میدان هوایی بامیان را اینجا شما ملاحظه میکنید. شهر غلغله یک اثر تاریخی دیگر است که در بامیان قرار داره و یعنی مشهور است که توسط چنگیز خان تخریب شده است. بسیار خوب، این بازار فعلی یا بازار غلغله بامیان است. البته بازار جدیدی در این شهر نو ساخته شده است و همچنان در کنار دریای بامیان که طرف شرق جریان دارند و طرف ولایت بغلان میره، ما بیاییم به طرف شرق تا به منطقه ششپول میرسیم. منطقه ششپول ما شهر زهاک داره یا شهر زهاک را، زهاک ماردوش که معرف حضور شما هست. در کنار این شهر زهاک با یک باغ تاریخی یا یک پارک قرار داره به نام باغ زنانه که حتما اگر این منطقه رفتیم از این پارک زیبا هم
دیدن بکنید. منطقه ششپول جای زیبا و او روبروی شهر زهاک، یک شهرک که جدیدن ساخته شده، دشت قشقه که شهرک مهاجرین نامیده میشه، و از اینجا خط سرخ ما به طرف ولایت بغلان حرکت میکنه در منطقه دو آبی شیور